نیازهایی که جوانان ما داره، نیازهایی که خانواده های ما داره، ما رو مستلزم به این میسازه که روی یک قانون جدید، روی یک اصلاح جدید باید فکر بکنیم. قانون خانواده ای که فعلا در داخل قانون مدنی ما داریم در سال 1355 روی از کار شده، بعد چطور ما میتونیم توقع داشته باشیم که نیازهای امروز جامعه را برآورده بسازه؟ امروز بحث حضانت اطفال هست، بحث حمایت از اطفال هست، بحث روابط 50% بین زن و مرد هست، بحث رضایت در نکاح هست، شروط ضمن عقد هست. اینا در قانون 1355 اصلا روش فکر نشده و نیاز امروز پاسخگو نیست. هر شکایت هستش میام از صرف نمیکرد. امیر رقم گفت میرم اینو تایید میکنیم که ظلم بوده. دیدم تو سفره نفت کده پاش میده ولی میساق اون رو خوردار به تیر خواه وقت هیچ گناه نداشتیم، ظلم میکرد، نده خوب میکرد، حال خوب فراری شده، گناه داشتیم، حال میمون، حال خوب بخیم. شما اگر به گزارش هایی که در رابطه با مسائل زنان وجود داره نظر بیندازید، بسیاری از مشکلاتی که زنان در جامعه امروز وجود داره ناشی از نداشتن یک قانون خانواده که پاسخگو باشه به نیاز زنان، پاسخگو باشه به مسائل زمان و تنظیم بتانه بکنه روابط ناشی از مسائل جدیدی که رونما شده در عصر حاضر. به همین دلیل است که مثلا شما میتونید در مطالعات که انجام گرفتم ملاحظه بکنید که آمار خودکشی زنان همیشه رو به افزایش بوده متاسفانه در سالهای اخیر، و بنا به گزارشی که یکی از نهادهای دولتی در واقع مشاور جناب رئیس جمهور ارائه میکنند، در اونجا ذکر میکنند که سالانه بیش از 2400 زن در افغانستان خودسوزی میکنند، که اکثر این خودسوزی ها به دلایل ازدواج های اجباری، ازدواج های خود در خردسالان و مسائل و مشکلات خانوادگی هست که خشونت خانوادگی هم بر یک قسمت از اون هست. در چوکات پلیسی ها و قوانین ببینین که افغانستان به خاطر استراتژی ملی انکشافی هم یکی از ستونهای شمی است که باید قوانین اصلاح شوه و امو اساسات توازن جنسیتی را در نظر بگیره، و در این زمان وقتی که قانون اساسی در یک کشور توشیه میشه تمام قوانین دیگه باید با یکسانیت ماده های قانون اساسی جور شوه. فعلی قانون چه موجود ده؟ اغا ده مدنی قانون یا برخه ده، یعنی زن تنه ده پا مدنی قانون که نور ده است. مثلا همشتا چیز مونگا ده کورنی قانون دیگه پسلا سیور لندر اغلا، یعنی زیاد پا کورنی مسئله بانده زیاد فوکس نده شوی. نو پا دی خاطر او هم دارنگ ده قانون فعلا چی پا ده کورنی مسئله حل کیگی، اغا یو قانون چی تقریبا سلویخ کالان زیاد عمر لری. کوکای مرا برده در جولگر در کس سودا کده بود. من پدر ندارم، اگر برادرم خبر داشتن اما هیچ اقدام نکدن.
جنگ فامیلی بچه هم باید مالیم بود گفت که چرا جنگ کردین مادر ما گفتم این پدر جنگ کرد گفتم این پدرش باز جنگ کرد باز مرا لات کرد جنگ فامیلی ما بین خانه مردک های بیگانه جمع شد آج نبی مرا لات کرد خیلی زد بیادر مال بعد اصلا مسرالیش بودم طرف داریزم شدم همشیره مر گفته چرا مردک های بیگانه زده چرا قم چی شده چی نشده گفتن باز بیادر ما اشت ماشده که بیادر ما افت ماشده که کشته شد بیادرم کشته شد مادرم درم کشته شد بچه بیادن پایش بریده شد خاطر میگه به فامیلی دیگه از خانه خبر آمدم من گفتم کی رقم که مرکز مرلت کنم و خود مصاحب داوشتم ما چی کنم دیگه خانه گفتم بشین باز قشلاق دوامان بر آمدم ما چی قماندان امنیه گفت برو خی استاد زبی بشی گفت جور نمین از کشتن کده گفتم چی کدن خوب جدا شدن خوب می خواستن ده بچه همین بدن اولاد داشت چهار تا اولاد من هم خواستم ازدواج کنم باز اونا می خواست که مرا به زور بدن از خاطر ما خانه را ترک کردیم. در نبود نظارت قضایی و عدم مدیریت مسائل خانواده، سوء استفاده از حقوق نظیر حق طلاق، تعدد زوجات، عزانت و نفقه نیز به نوع منجر به خشونت ساختاری می‌گردد. چرا که زنان بر اثر اراس از طلاق شفاهی و ناموجه، تعدد زوجات و یا سلب سرپرستی اطفال، عدم انفاق و اخراج از منزل، انواع خشونت‌های خانگی و شمول کنترل و وضع محدودیت در برخورداری از حقوق قانونی را تحمل می‌کنند که حاصل آن پذیرش جایگاه فرودست در خانواده از سوی زنان است. یکی از مشکلات قانون خانواده فعلی عدم توجه کافی به ضررهایی است که زنان تحمل می‌کنند. مثلا زنان مجبورن باید زندگی با یک شخص معتاد را تحمل کنند چرا که اعتیاد و یا گرفتاری به امراض مانند ایدز که علاج ناپذیر است و یا زندانی بودن شوهر به مدت طولانی جزو موارد ضرر است که طبق آن زن می تواند تقاضای طلاق کند در حالی که این موضوع در قانون مدنی ذکر نشده است. بعد از جنایت فرعون 13 ماه می شود که هیچ کس به دادش نمی رسد. یک دختری دیگه هم سوخته در تن همین دو سیره سوخته بود اگه در دولت اتراشه دادیم دولت برد در شفاخانه. آردومان دستیم که قرآن شناسی و حدیث شناسی و مذهب شناسی توسط علمای کرام و خصوصا رسانه های گران قدر ما که در خدمت مردم میخواین باشن وظیفه خود ادا بکنن و از قانون سازی در کشور به نام کشور اسلامی و جهادی حراس داشته باشن. دغه قانون په 1355 کال کې نافذ شوه ده چې تقریبا دغه مودین را مونن تقریبا درې دیش یا څلور دیش کاله تیریږي ډیره موده تیره شوې ده او قوانین همیشه د ټولنې د غوښتنو سره د ټولنې د احتیاجاتو سره موازی باید حرکت وکړي. هغه ستونزې چې نن موږ په خپله ټولنه کې لرو هغه ناخوالې چې موږ نن په ټولنه کې لرو هغه باید د نوي قوانینو په رڼا کې تنظیم شي او هغوی ته ځواب وویل شي. اولی طلاق بده وقت طلاق بده شرطش میده معلوم میشه من آزاد است جانم در امان نیست نمیرم کتش در افغانستان پدیده خشونت در خانواده علیه زنان و اطفال 83% تمام خشونت ها را تشکیل می دهد. ازدواج اجباری و ازدواج دادن دختران کوچکتر از 16 سال که بیش از 57% ازدواج ها را تشکیل می دهد و بعضا حتی 6 ساله بودند در کنار خشونت های فیزیکی مانند لتوکو بیشترین نوع خشونت خانگی علیه اطفال و زنان است. اینا پدر تو چشوار کنم پدر شد تفاوت سنی بین ازی و شوی چند سال است؟ 56 کنست؟ 60 40 سال چند سال است که ازدواج کردیم؟ 6 سال میشه چند سال است کنم؟ پدر من در نام کردیم من خودم رو خودم در نام کردیم خود خود دگیر از مرد پیر نندخم بشوار چقدر خلیم گرفتیم؟ قالن دا وطن یک دو تا گاو خلاصا به حساب یک لگو یک لگو تا اصلا یک شرایط روانی بدی براش تا خانه وجود داره. استاد یک مسئله ایه که مثلا امو وقت اگه امی قانون باشه که ایج ممانعت کنه اصلا نکنه
چی خدا مرد زنه تعیین کرده. مخصوص ما زن غریب بیچاره میره درخت چوب بورش میکنه، من میزنه میزنه به درم به سرم قرف میکنه. بعد 13 سالانه کارم به محکمه کشید، ما بجستم خودی بچه ها خوب به محکمه بیامدم. این حالا کم بهش میگفت اگه بچه ها رو بزی بیدم، قاضی صاحب میگه بچه ها رو بیدی اینا تا 3 سالگی به مادر خو میرسه شیر خوره یا یکی 3.5 ساله. میگه نه اگه بچه ها رو بیدم طلاق نمیدم. امروزه با توجه به نقش مهم اطفال در راستای انکشاف ملی و نیز به دلیل نقشی که در آینده بر عهده دارند و با توجه به آسیب پذیر بودن اطفال به دلیل ناتوانی جسمی و عدم دسترسی به امکانات، قوانین اکثر کشورهای اسلامی و نیز کنوانسیون حقوق اطفال حقوق آنان را مقدم بر دیگر مسائل و منافع اطفال را مقدم بر منافع دیگران می‌دارد. با تأسف مفاد قانون خانواده افغانستان در مسائل مرتبط با اطفال چنین روی کرده ندارد. مسئله هست که در قانون جامعه مدنی افغانستان به او ذکر نشده است و مسئله است که در او اصلا در نظر گرفته نشده است که حضانت طفل و سرپرستی طفل به عهده چه کسی یعنی مشخص شده است در این مسئله، اما چیزی که در او مشخص نشده منفعت طفل است. منفعت طفل در قانون جامعه مدنی به طور کامل مد نظر نیست و در بسیاری از موارد مردان و هم شوهران حضانت طفل به عهده میگیرند و طفل بیشتر از اون که از محبت مادری خودش محروم میشه و در بسیاری از موارد مشکلات روانی بسیار زیاد، لجبازی، لجاجت ها، افسردگی های دوران کودکی رو ما در اطفال در چوکات برنامه تحقیقاتی خودمون مشاهده کردیم که متاسفانه اطفال از مشکلات روانی بسیاری رنج میبرن که همین مسئله باعث شده است که ما نتونیم برآورد دقیقی بر روی سطح روانی زنان داشته باشیم، چرا که زمانی که خانواده و یکی از اطفال در داخل خانواده از مشکلات روانی اجتماعی رنج میبرند، در نتیجه سطح روانی فامیلی به طور عموم و زنان به طور اخص تحت تاثیر قرار میگیرد. مبارزه ما برای اینکه حقوق اسلامی زن داده شود هست باید باشه، چون در حال حاضر حتی حقوق اسلامی زن داده نمیشه، تحت نام فرهنگ، سنت، عرف و عنانات هم اونا را از پیش ما گرفتن، در حال شما اگر واقعا شریعت تطبیق کنین بسیاری از اینا انجاری ها کم میشه. مخالف با این قانون نیست، فقط قانون اصلاح کنند. ما خود ما وقتی که اصلاحات در قوانین قبول نداریم، وقتی خود ما فکر میکنیم که قانون 1355 پاسخگوی امروز ما هست، خود ما باید از این بشیم که بحث فرار از منزل پیش بیاید، خود ما باید از این بشیم که بحث خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و خودسوزی هایی که در خانواده هست اینا رو خود ما ایجاد میکنیم، به خاطر از این که ما نمیخوایم واقعا اونمو راحتی را که در پناه قانون به یک شهروند داده میشه او رو داشته باشیم. افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در زمان ولادت با ارقام 135 طفل در هر 1000 ولادت زنده و 1600 مادر در هر 100,000 ولادت را در جهان داراست. بیشتر این مرگ و میرها از ازدواج های زودرس و ولادت های بلوقفه و فقر خانواده ها ناشی می شود. نکته دیگر در رابطه با قانون مدنی است که قانون مدنی افغانستان امور رقم که بسیار از محققین از آن میکنن و اشاره کردن
در واقع یک نسخه برداری از قانون مدنی و قانون احوال شخصی مصر بوده در سال 1355 و بسیاری از محققین اشاره کردند که قانون مدنی افغانستان از بسیاری از مسائلی که در جامعه افغانستان وجود دارد چشم‌پوشی کرده و نتانسته که به این مسائل و نحوه که لازم هست در واقع پاسخ بده. څنګه چې موږ ګورم متاسفانه په ننګرهار کې خو دا مسله بلکل په پام کې نه نیول کېږي. د ننګرهار په زیاتره ولسوالیو کې او اتا په ښار کې دولس کلنه نجلۍ او اتا لس کلن هلک یا ماشوم ته هم واده کوي. زمانی که اگر ما قانون خانواده را قبلا می داشتیم اینمی مشکلات را که امروز مراجعین ما در کلینیک حقوقی ما میان مراجعه میکنن و مشکلات خود طرح میکنن ما نمی داشتیم. مثلا 11 12 13 14 تا 16 تا نمیمانن که دخترشون مثلا سن قانونی خود طی کنه، میبرن او را به فروش میرسانن یا به زور میقبلانن او را دشوی میدن. حال وقت ازدواج یا وقت نکاح کردن می بود، نه که سن 16 یا 17 من نکاح می کردم. ای اصلا غیر قابل قبوله و من قبول ندارم. حالی که من فکر کردم که چرا که دخترها یا زنها چرا در عذاب دیدن و باید یک راهی بری از اونام سنجیده. تمام این مشکلات از موجودیت این خلاها در قانون مدنی است. فروش زنان تحت عناوین ولور و تویانه و غیره که در قانون مدنی منع نشده است. سن ازدواج و رضایت در ازدواج سریعاً الزام آور شناخته نشده است ولی می تواند از جانب عاقدین رضایت دهد. تمکین نشوز زن طبق ماده 122 قانون مدنی نفقه زن در این صورت قطع می گردد. نشوز خروج از منزل بدون اجازه شوهر و یا عدم اطاعت از شوهر در مسائل جنسی در قانون مدنی نشوز از جانب مرد مطرح نشده است. تعدد طبق قانون مدنی هیچ نهاد جهت بررسی الزام مرد بر رعایت عدالت در تعدد زوجات پیش بینی نشده است و مرد میتواند بدون در نظر داشت عدالت ازدواج های متعدد نماید. حق طلاق طلاق رجعی مرد میتواند بدون رعایت تشریفات و یا نظارت قضایی بارها زن را طلاق داده و رجوع کند. حق خلع دسترسی زنان به طلاق خلع به دلیل عدم حمایت قضایی در این مورد و الزام مرد معدود است. حق اذانت طبق قانون مدنی سرپرستی و نگهداری اطفال پسر پس از 7 سالگی و دختران بعد از 9 سالگی از مادران گرفته شده و به پدران واگذار می‌گردند. منفعت و مصلحت طفل در این مورد در نظر گرفته نشده است. حق تحصیل کار و فعالیت در بیرون از منزل طبق ماده 122 قانون مدنی زنان حق ندارند بدون اجازه شوهران خانه را ترک کنند. اطفال منافع اطفال نفقه، تعلیم و تحصیل و نیز در مورد مدت اذانت و شخص اذانت کننده در نظر گرفته نشده است. در واقع کمیته تصویب قانون خانواده کار خود را با تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنا به تصویب پلان کاری ملی برای زنان افغانستان اتخاذ کرد. این پلان کاری ملی را همین رقم که شما میتونید ببینید در تاریخ 28 ثور 1387 کابینه دولت افغانستان منظور کرده. اگر شما این را ببینید در صفحه 40 از این ذکر شده که تصویب قوانین مشخص به هدف ترویج و تعمیل تساوی جنسیت اجتماعی و شمول قانون خانواده و قانون منع خشونت جزء شاخص‌های کلیدی دسترسی زنان به عدالت محسوب میشه. بنابراین با تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنا به تصویب پلان کاری ملی برای زنان افغانستان کمیته کار خود را آغاز کرد. Nay 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 n
پروژه پر جوړول سره تصمیم یې دا ونیو چې اوس یې کولای د افغانستان مدني قانون اصلاح کړي او د ترڅنګ د افغانستان د کورنۍ فامیل لپاره یوازې یو جلا مسوده جوړه کړي. نو په دې اساس په 2001 کې موسی په 2001 کال کې یو پروژه یې ترلاسه ونیوله چې د هغې هدف دا و چې اوس یې کولای تر 2002-2003 کال پورې د افغانستان مدني قانون او خاصه توګه د کورنۍ فامیل قانون جلا د افغانستان د مدني قانون څخه د مسوده یې جوړه کړي او د افغانستان دولت ته یې وړاندې کړي. د دې 2002 کال را په دې خوا هم تقریبا د افغانستان مدني ټولنې په همکارۍ د افغانستان دولت د مختلفو حقوقي ارګانو لکه د عدلیه وزارت لکه ستره محکمه او نورو حقوقي ارګانو لخوا یوه د تصویت کمیته جوړه شوه چې دا کمیته تقریبا 4 کاله په دې مسودې کار وکړ او کوشش و ایو کړ چې د سیو مسوده جوړه کړي چې په دې کې د مختلفو مذاهب او نظریات لکه څلور مختلف مکتبونه چې دی په اسلام کې د هغوی نظریات او په دې په څنګ هغه تغییرات او اصلاحات چې په کورنۍ قانون کې د مختلفو اسلامي مملکتو کې راغلي د هغوی د تجاربو نه د استفادې سره او د هغه تر څنګ هغه تغییرات او اصلاحات چې په کورنۍ قانون کې باید د افغانستان د ټولنې د ضروریت په اساس احساس کی روز نو تغییرات پر نظر که نیول سره کوشش دا و چه دقیق مسرده جور سی او دا افغانستان دولت تبراند سی. تقریبا په چلو د 2001 کال را په دې خوا د مسوده پروان ډېر زیات کار وسو مختلف کنفرانسونه د افغانستان دننه او د افغانستان دباندې ونیول سوه. افغانستان نظریات مردم افغانستان، نظریات حقوقدانان، نظریات کارشناسان، جامعه شناسان را از نقاط مختلف افغانستان جذب بکنند. من به این دلیل میگم که از نقاط مختلف افغانستان، به خاطر اینکه افغانستان کشور کثیر الملیتی هست با فرهنگ بسیار متفاوت، با دیدگاه‌های متفاوت، با ظرفیت‌های متفاوت و حتی با برداشت های دینی بسیار متفاوت. کمیته تشکیل شده بود در وزارت امور زنان که تقریبا 2 سال روی تصویب این قانون کار کرده و البته این قانون نظر به نیاز مبرمی که خانواده ها داره و نظر به اینکه ما چقدر مشکلات خانم ها را می خواهیم که حل شوه و چقدر ما تغییرات مثبت می خواهیم در قوانین بیایه لازم است که ما داشته باشیم. در ننګرهار په ولایت که خصوصا دغه مشکلات ډیر زیات شته چې باید د منځه لاړ شي او مهم خبرې هم داری چې موږ سره په دې کې د عدلی وزارت شمولیت ډیر مهم ده چې دغه قانون پاس کی تر څو ځینې داسې قانون چې دا اوس لږ د تنفیذ په مرحله کې ده د هغې نه چې بیا پاس شي نو د مسایل دغه قانون که چېرته منځ ته لاړ شي د یو ټولنې د سالم پاتې کېدو لپاره ډیر ضروري ده. قانون خانواده هدف اساسیش اینمی هست که از خانواده ها حمایت صورت بگیره، اینمی روابط بین افراد خانواده یعنی بیشتر زن و شوهر و همچنان اطفال اینا باید روابط باید تنظیم بشه. ما با زنانی که مشکلات حقوقی و قانونی داشتن و صحبت که میکردیم اونا به مراجعی که میتونستن از لحاظ قانونی و حقوقی معرفی میکردیم باز هم مشکلی زنان به اون معنا حل نمیشد، چون حتی مؤسساتی که در این زمینه برای زنان خدمات حقوقی ارائه میکردن هم در مقابلشان قانونی وجود داشت که قانون صد راه ای بود که زنان به حق خودشان برسن.
ورکشاپ در اول یک ورکشاپ آموزشی نیست بلکه معلوماتی است. هدف ما این است که بتانیم یک کار که تقریبا از 4-5 سال به این سو سرش کار شده که تصویب قانون خانواده است و فعلا خلاص شده کارش و مسودهش تنظیم شده امور یک بار سرش بحث کنیم یک معلومات را به ارتباط بزید به وکیل صاحب محترم بدیم. ما موارد مکرره دنمی داخل زندان کابل داشت. خانم با 3 بار طلاق شفاهی گفتن 3 بار که طلاق هستی طلاق شده بود و این خانم ها رفته بودن ازدواج کرده بودن بعد 5-6 سال شوهرشان آمده بودن ادعا کرده بودن که ما اینا طلاق ندادیم اینا خودشون رفته شوهر کرده در حالی که اینا زن ما بوده. خب این خانم ها با چند تا طفل خود افتاده بودن در زندان. ببینید وقتی با بگیم خانواده باید نظاممند شود، طلاق ثبت شود، نکاح ثبت شود، در اون صورت خانم میتونه که سند داشته باشه برای اینکه طلاق شده یا نشده. ما در همین مسائل قانون اساسی که بسیار مغلق و پیچیده هست، در همین حتی وظایف داخلی ما در بعضی از ماده خود ما گیر میکنیم، 10 تا تفسیر میشه ازو کرد. یک مسئله بسیار مهمه که یک پدر ظالمانه دخترم و مادر بیچاره میگیره در بدل از او برای خود زن میاره و در حقیقت دختر از او برای مادرم باق میکنه که این بزرگترین جفای در حق زن. این را از شما حمایت و همکاریتون خواهان هستیم و از دفتر محترم حقوق دموکراسی هم تشکر میکنیم. نشست های بعدی را باز تنظیم میکنیم. امیدوار هستیم که سر مسائل تکنیکی از این بیشتر صحبت کنیم. از دوستایی که اینجا حضور دارن ما مطمئن هستیم که این دوستا همراه ما هستن و وکیل صاحبای نخبه پارلمان هستن. کسایی را که ما آرزو داشتیم که اونام بیان که نامدن متاسفانه یک مشکلی که در پارلمان است باز بعضی اوقات مخالفت ناآگاهانه میشن چون نمیآیند نمیفهمند فکر میکنن که نمی قانون بد است چون برای خانواده است در نهایت خانواده زن و مرد است و مخصوصا زنها از او استفاده میکنن باید مخالفت شود. در قسمت آگاهی دهی ما ترنینگ هایی که برای محافظین زندان، برای پلیس، برای ملاها داشتیم در رابطه با مزایای قانون خانواده صحبت شد. مواد کمپاین قانون خانواده برای هر کدام توزیع شد و هدف ما این بود که در حقیقت معلومات اینا را به اصطلاح زیاد کنیم. پروسه یا روند تصویب قانون مشتمل بر شامل ساختن دیدگاه های مختلف اجتماعات بود در روند تصویب قانون خانواده. به همین دلیل با 6 ولایت افغانستان همکاری نزدیک صورت گرفت و اینا ولایت بودند که به صورت زون به ولایت همجوار هم پوشش میدادند و نظریات را در رابطه با تصویب قانون خانواده گردآوری میکردند. پس از این مرحله بررسی قوانین خانواده در دیگر کشورهای اسلامی توسط کمیته تصویب صورت گرفت. در این مرحله در حدود 24 کشور اسلامی قوانین اونها مطالعه گردید، مشورت با افراد و نهادهای زیربط بین‌المللی توسط کمیته تصویب و حقوق و دموکراسی و همچنین وزارت امور زنان صورت گرفت. در این مرحله پیشنویسی که تهیه شده بود یا مسوده تهیه شده بود با حدود 100 حقوقدان در داخل و خارج کشور به مشاوره گذاشته شد و نظرات اونها گردآوری گردید. از مجموع نظریات پخته ترین نظریات بعد از بحث و بررسی و ارائه اسناد به خصوص در مورد قوانین، ارائه اسناد حقوقی و شرعی آنچه را که باز پخته و اساسی به نظر می رسید او را داخل قوانین ماده های قانون خانواده می کنید. Por si nada, pas por si na cagao agada, pas por si na cagao agada, nin bia dil kai wale khapada, won nin bia dil kai wale khapada, spinar rupaye por si nada, pas por si na cagao agada, pas por si na cagao agada, nin bia dil kai wale khapada. د اګل زیات پروګرامونه مثلا په کابل کې لوی لوی غونډې دایر شوې په هغه کې مو ګډون کړی دی. اوس چې دا قانون نهایي شوی دی او دغه ته وزارت عدلیې ته راجع شوی دی نو موږ دغه دی غوښتونکي یو چې وزارت عدلیه باید دا قانون تایید کاندي او بیا یې دغه د دې شعبو د وزارت عدلیې د تایید نه وروسته باید دوی دا قانون عملی جنبه پیدا کردی پارلمان ته ولیږي څو پارلمان هغه تصویب او رئیس جمهور هغه تنفیذ کړي.
لوری زرخ کراس و سبوگ می لوری زرخ کراس و ناز کلام من به ارتباط جلسه امره وزیر صاحب شما زحمت دادم وزیر صاحب فردا ساعت 2 بجه وقت دادن خود قانون مددی ما که از بخش معاملات از این فیلن ملی در اینجا نیست به خاطر از اینکه در یه سر قوانین مختلف دیگه وضع شده از طرف وزارت های مختلف در راستا وجود داره بران در قد 2416 ماده را که ما میگیم بخش معاملات از این اصلا ملی در اینجا نیست بلی فزیر سر؟ جا بگفتون چی گفته؟ هر کسی میگه بد میکنین که من ما قانون این قانون مادر است هر قانون فرعی که میاد خود از این گفته که مگر اینکه قانون اختصاصی قانون خاص داره دیگه حکم کنه این قوانین خاص هر چه بسیار فاحشاری کردن سر از اینکه معاملات رهن بانکی رو میخواستن که با او اساس این قانون منع چیز کنن ما مخالفت کردیم که چنین قانون نداره برای اینکه بسیار گپای عزیز که او باید او بحث این بحث اساس قرار داده میشه در روشنی زینمی احکام عمومی سری سر تمام قوانین تأثیر دار نمیتونیم که ما این را از احکام قوانین ما چیز عمومی از قوانین فرعی دیگر قوانین خاص دیگر از ما مستثنا بسازیم نه هیچ کدوم شما میخواید امروز یک کس میره ازدواج دو میکنه بیاد که احساس مسئله که مقام مقابل خانوادی اول خود شما امروز ببینید که اولادا در سر سر گدایی میکنن قانون خانواده است به این صورت یک زن نمیخواد که بسلام و شیرازی خانواده که پاشته شد باید که چطور مستقب شد همین زن بیچاره را اگر مرد همین مرد فضول اگر بگوید که همین فخص که نباشم تومت کنه برش بگوید این بیجایگرد است، این گندباز است، این بد اخلاق است من از خاطر زیر طلاق میکنم خب همین دلیل قاضی بپذیره ببینید یک سند است که بر سمعت و حیثیت از زن لطبه وارد میکنه که در حیات این نمیتونه که بیدین چه بیره او کسی پیدا نمیشه که این زمین خانم بیچاره باد از این باز کده ازدواج کنه این منطق شریعت است به خاطر از این جانم ببین به خاطر از این مرد مکلف نساخته به دلیل گفتم بر از این که حیثیت و آبرو و شرف زن یعنی که دیگه وزید دیگه خب خیر از یان میتانه کرده اینش اینا آقا پیک ببینین اینا خود گوش بیشن خود گوش بیشن چی حکت حضور و غیاب هم گوش بیشن در موضوع حضور و غیاب خب در موضوع حضور و غیاب همین گپ یک ما گفتم در موضوع حضور و غیاب چه خب باشه همین گپ ما فتن خط خط برش شاید همین مسئله ایش مطرح نباشه مو یک زن خوبم باشه به خاطر از اینکه زن قبلیش مقبول نبود یک زن مقبول دیگه را گیر میکنم یا غیر طلاق میدم به خاطر قواعد خرابش بیش میفاید از اینکه این خوب ببینید خود کاملا مقبول شریعت هم میگه و میزنه و باید هم باشه و زن هم حق داره فقط یک زن یک زن بد قرار را گرفت خوشش نمیاد زن مقبول گرفت حال که از اون خوشا سیر میگیره طلاق میکنه همین که بخواد خب فرض کنه طلاق نکنه این خود زن حق داره یکی از جمله مواردی که طلاق میخواد همین زن حقش است که چون خواستهایش برآورده امر از این مرد نمیشه حقش است بر طلاق بگه تفریق این خود جمله موارد است که حق برای زمیت که بر طلاق بگه اینا رو خود گوش اگر ما اینو بگوییم که همین مردی که اینو خوشش نمیاد سر این مرد تحمیل کنیم که توی طلاق هم نده زر ریزی به کی متوجه میشه؟ زرش به مرد متوجه است یا به زن؟ مردش نه؟ مرد هیچ ضرر نمی کنه مرد چه ضرر می کنه؟ گوش بگی جانم سر اینا ها مگر نمی زنیم من دفاع از مردا نمی کنیم جانم من منطق شریعت هم می دم کنم من دفاع از منطق شریعت هم اجازه بکنه اگر چون از تو جان دوازه کنی شریعت خراب نمیشه اگر روز تونس ازدواج دوم را کاملا غیر قانونی اعلام کنه شریعت خراب نشد و با احساس مسئولیت جنا وزیس اجازه بده وزیس شما ما را اجازه گفت زدم بیتر امی حقی که شما از پیش کنی که خسر الله تلاف کنم باز یک بامی دارد من نمی کنم چه خدر کار بوده وزارت شورای ملی در مجموع به نام و یاد خداوند جلسه روزی را آغاز می کنیم و با اجندای امروز است گزارش اول شماره یکش گزارش پیشرفت اصلاح قانون خانواده نتایج ملاقات های متواتر با جناب وزیر صاحب عدلیه است که تقریباً
بی نتیجه بود و ما زیاد متاثر و متاسف به این شدیم که زحمات چند سالی ما دیگه تقریبا 2-3 سالی ما اگر نادیده گرفته شود شاید اما تعمیق قانون رفع میکنه و نیاز به قانون جدید نیست. خود از اون میگه مره کس تعال پیدا نشده که مره قانی بسازه. اگر ما رفتیم برش دلایل منطقی گفتیم که امروز ضرورت کشور ما سعید نیاز داره، تمام کشورهای اسلامی کشورهای همسایت قانون خانواده جدا بر خود دارن و قانون خانواده از مدنی قانون مدنی که جدا شوه قانون مدنی گدوت نمیشه، چیزی از او کم نمیشه. منتها به صفت یک قانون خانواده برای یک بخش خاص یک سکتور خاص خود ضرور است که باید یک قانون خاص وجود داشته باشه، مثل که امروز برای خشونت قانون جور شده و مثل که برای تروریسم قانون جور شده، مثل که برای جرایم امنیت داخلی و خارجی قانون جور شده. آره خو این هم یه ضرورت خاص است که در تمام کشورها محسوس بوده. امروز مثلا در مصر که امروز کپی قانون ما، قانون خانواده ما یا قانون مدنی ما کپی مصر است، او قانون خانواده داره. به این مفهوم که زمانی که قانون مدنی افغانستان به تصویب رسیده بود، افغانستان هنوز کانونسیونایی که در رابطه با حقوق زن بود به او الحاق حاصل نکرده بود. آل افغانستان با کانونسیون رفع هر نوع تبعیض الحاق حاصل کرده. آل افغانستان اکثر دیگه کانونسیونایی که در رابطه با منع خشونت است یا در رابطه با نقش زن در خانواده است یا قطعنامه ها است، افغانستان مطابق به منشور ملل متحد الزامیت داره در قبال از اونها. بر افغانستان یک الزامیت موجود است که اونها تطبیق شود. اما فیصله ای که میشه در یک کابینت یا در استراتژی انکشاف ملی افغانستان میآید، وزیر لایق هم وزیر است که استراتژی ها را تطبیق بکنه، یک کشور یک گام به پیش ببره، نه اینکه برخورد سلیقه‌ای با استراتژی ها و برنامه های انکشافی بکنه و به اساس سلیقه خود یعنی مشکلات داره. بعد از چند سال کار روی مسوده قانون خانواده و با موجودیت نیاز 100% آن، مسوده اش هنوز از طرف دولت به تصویب نرسیده و این در حال است که در ماده 54 قانون اساسی افغانستان آمده است خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند. Thank you.